پادشاه من، پادشاه ما. 29 بهار از آن روزی که با یاد ایران چشم از جهان بستی می گذرد. اما هنوز و همچنان بسیارانند که در حافظه وفادار خود با شما زندگی می کنند. با شما که در آن ساعت آخر پای پلکان هواپیما با اشک گران ایران زمین را به خداوندگارش سپردید و گفتید که این درخت تناور دوباره سبز خواهد شد. اینک در این روزهای سرنوشت ساز صدای آن بسیاران را می شنوم که اگرچه زخم دیده اما سراپا امید به شما می گویند ای کاش بودی و می دیدی که تمدن و فرهنگ ایرانی همچنان زنده است. ای کاش بودی و می دیدی که زن و مرد، جوان و کهنسال بی هیچ وحشتی فریاد آزادی خواهی سر می دهند. ای کاش بودی و می دیدی که چگونه پس از تحمل 30 سال کشتار، زندان و شکنجه و جنگ و بی‌عدالتی، تحمل 30 سال دروغ بزرگی به نام حکومت ولایت فقیه، ایرانی که تا نفس آخر دوستش داشتی به پا خواسته است. ای کاش بودی و می دیدی که از کودکان تا کهنسالان 80-90 ساله ایران ویران شده ات همه و همه در برابر این کشتارگاه شرم‌آور ایستادند تا بر خاکسترش ایرانی آزاد و آباد بسازند. رویایی داشتی و می‌خواستی ایرانی آباد، پیشرو و سربلند در آشتی با خود و همه ملل دنیا به واقعیت برسد. از تمدن می گفتی به هنگامی که دیگران نماز وحشت می خوندند. بزرگ مرد من و ما، تصاویر پیش رویم چنان دردآور و چنان باشکوهند که زبان و کلمه ها برای بیان آن کوتاهند. می خواهم بدانید که ایرانمان سرزمینی افتخار آفرین است، از دست در رفته نیست، که فردایی سزاوار تاریخ و فرهنگ و تمدن خود خواهد داشت، جای راستی و درستی خواهد بود و سرپناهی امن که آزادی و عدالت را با همه قسمت خواهد کرد. حق داشتن نان، کار، مسکن، آموزش و مراقبت از تندرستی همگان. حق زیستن مسالمت‌آمیز با همه انسان‌ها حق مسلم هر ایرانی است و کار فردای بچه‌های ایران. در فردایی که می‌آید نداها و سهراب‌ها پرپر نخواهند شد و فرصتی برای بهتر زیستن خواهند داشت، فرصت آزادی. به امید آن روز. یادتان گرامی است. خداوندگار نگهدار ایران باد.